تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهم للتقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو 5-6 دقیقه تقریبا ما تفسیر میگیم. تفسیر روان و ساده و قطعی به جزء 26 رسیدیم از اول که شروع کردیم. الان سوره فتح هستیم، آیه 18 و 19. بشنوید آیه 18 رو. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آیه 19 رو بشنوید. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. خداوند از مؤمنان راضی شد اون وقتی که در حدیبیه زیر اون درخت با تو بیعت کردن. تقریبا سوره فتح بدنش مال صلح حدیبیه، از بعد صلح حدیبیه برای اسلام از نظر سیاسی بار داشت، یعنی مفید بود. مشرکین مکه که فقط میخواستن اسلام محو بشه، بالاخره در صلح حدیبیه موجودیت اسلام پذیرفتن. شمشیرشون برهنه بود برای کشتن مسلمان‌ها، شمشیر قراف کردن تا 10 سال، گفتن جای نباشه. این همه را با لباس احرام 1400 نفر از مدینه اومدن بیان تو مکه عمره انجام بدن، راهشون ندن، اما گفتن سال دیگه بیایید. یعنی ورود به عمره مکه، ورود مسلمین برای اعمال عمره در مکه، هنوز مکه دست بت‌پرستا بود، اما ورود مؤمنین در شهر مشرکین یه پیروزی بود، موجودیت اسلام پذیرفتن یه پیروزی بود، آتش بس 10 ساله پیروزی بود. خیلی برکات داشت تو این 10 سال، خیلی ها به اسلام گرویدن. این 1400 نفر سال بعد جمعیت انبوهی شدن و این مقدمه شد برای که سال بعدش مکه فتح بشه. راه قفل شده بود، این صلح حدیبیه همه قفلا رو باز کرد. خب در اونجا پیغمبر در صلح حدیبیه درختی بود با مردم بیعت گرفته، خدا میگه حالا از این مردم راضی ان. لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند از مؤمنین راضی شد زیرا اینها با تو بیعت کردن زیر اون درخت. فعلم ما فی قلوبهم، خدا میدونه که اینها بیعتشون صادقانه منافقانه نیست. فانزل السکینه علیهم، یک آرامش بر اینها نازل کرد و فتح قریب، پیروزی نزدیکی را به اینها پاداش قرار خواهد داد. و مغانم کثیره، غنایم بسیارم به چنگ خواهند آورد و خدا عزیز و حکیمه. کلمه بیعت از بیعه، بیع یعنی داد و ستد. قدیم وقتی داد و ستد میکردن با هم دست میدادن، الانم سران کشورها که میرن یه قرارداد رو امضا میکنن، بعد از اینکه هر دو امضا کردن تو تلویزیون نشون میده که با هم دست میدن. بیع یعنی خرید و فروش. چون خرید و فروشاشون با دست دادن و اینها بود، اینو میگن بیعت. بیعت از همون بیع. بعدن به هر قراردادی، اول قرارداد داد‌ستدی بود، بعدن به هر نوع تعهدی و دست دادنی بیعت گفتن. بیعت مردم منافاتی با تعیین و نصب اونها از سوی خدا نداره. یعنی ممکنه خدا، یعنی این جمع میشه که بگیم که مثل جمهوری اسلامی، که جمهوری یعنی مردم رأی بدن، قانون هم باید اسلام باشه، قانون اسلامه ولی رأی مردم هم برشون ارزش قائلیم. اینجا هم همینطوره، خدا پیغمبر تعیین میکنه اما مردم هم بیعت میکنن، چون اگر خدا تعیین کنه و مردم بیعت نکنن مثل علی بن ابی طالب با تو خونه بنشینه. با اینکه علی بن ابی طالب امیرالمومنین خدا تعیین که در قدیر قوم، اما چون مردم او رو رها کردن، ائمه اهل بیت علیهم السلام اینا امامان الهی بودن، منتها چون مردم دور اینها نبودن اینا خونه نشست و اینا شهید شدن. بنابراین هم تعیین خداوند لازم است، چون باید اینا معصوم باشن و اسمت کسی جز خدا خبر نداره.
رابطه بین خالق و مخلوق باید خود خالق تعیین کنه، هم تعیین و باید نص از طرف خدا باشه، هم مردم بیعت کنه برای اطاعت. خب ایمانی مورد رضایت که همراه با وفاداری با پیغمبرش باشه. رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، یعنی اگر نماز بخونی با رهبر آسمانی بیعت نکنی خدا راضی نیست. رضایت خدا به شرطی است که کنار ایمان با رهبر الهی هم بیعت کنی، دین از سیاست جدا نیست. یکی میگه تحت شجره، این برای ثبت حوادث مهم نام بردن از نشانه ها لازم است، چون ثبت میخواد بشه در فلان جا. الان هم در صورت جلسه هایی که تعیین میکنن، مثلا صورت جلسه های مهم رو میگن در تاریخ فلان، در محل فلان، با حضور فلان. این از یبایعونک که تحت شجره. لطف خدا به شرطی شامل حال آدم میشه که انسان ظرفیت داشته باشه. فعلم ما فی قلوبهم فانزله، چون خدا دید که اینها در حدیبیه صادقانه بیعت کردن، خدا من بر اینها آرامش هم. یعنی همیشه خدا در دعای ندوه هم داریم و شرط علیهم زهد، پیغمبر شرط کردی با اهل بیت که باز زندگیشون خیلی ساده باشه. فشرط قولک ذالک، اونا هم شرط رو پذیرفتن. و علمت منهم الوفاء به، تو میدونی که اینها به شرط وفا دارن. فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر علی، یعنی خدایا به امام حسین شرط کرد باید بره زیر تومس، باید زن و بچت اسیر بشه، شهید بشن، بچه رو دست علی اکبر جلو چشمه، باید بیوفایی مردم رو تحمل کنی. شرط علیهم الزهد، خدای تو شرط کردی با اولیات که باید زندگی ایرقمی باشه. فشرطو، اونا هم شرط رو قبول کردن. و علمت منهم الوفاء به، تو هم میدونی که اینها وفادارن به شرط، و حالا مقام دادی. فقبلتهم و قدمتهم الی، اینجا فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه، خدا میدونه که در دل اینها صادق صداقت سکینه بود. اول میگه سکینه، بعد میگه فتح قریب، بعد میگه مغانه. سکینه یک نعمت معنویه، نعمت معنوی مقدم بر نعمت مادیه. اول میگه خداوند بر شما یک آرامش نازل کرد که آرامش مهمترین نعمته و نعمت معنویه، بعد میفرماد و مغانه مکثیره. خب یک عمل صادق از ما که علم ما فی قلوبهم، یک بیعت صادقانه چقدر چیزی داره. یک فانزلک سکینه، دو اصابهم فتحا قریبا، سه و مغانم کثیره، یعنی یک قدم از تو چند قدم از خدا. در قرآن هم داریم میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جاهدوا فعل ماضیه، یعنی تو در گذشته یه کار بکن، یه تلاش خالصانه در گذشته داشته باش. لنهدینهم فعل مضارعه، تو در گذشته یک کار مخلص بکن، من در آینده تو یه چاه بکن تا ابد من این آب چاه رو جریان قرار میدم. یک کار خالصانه، جاهد و فینا ماضی در گذشته، لنهدیان نام فعل مضارع. جهاد نمیگه قطعا، ولی هدایت خودش میگه قطعا قطعا. لام لنهدیان یعنی قطعا، نون تأکید یعنی قطعا، قطعا قطعا. نمیگه سبیل، نمیگه سبلنا، میگه تو اگر مخلص باشی یه گامی در گذشته هم برداشته باشی به خاطر همون گام خالصانه گذشته، قطعا قطعا همه راه رو در آینده تا ابد برات باز میکنم. پیروزی ها رو هنر خودمون ندونیم. اصابه هم فتن قریبا، یه وقت نگی من تجربه دارم، اسلحه دارم، تجهیزات دارم. اصابه هم فتن، پیروزی ها رو از خدا بدونیم. خداوند عزیز و حکیمه، نفوذ ناپذیره، قدرت داره. خب آیه 18 و 19 هم از سوره فتح تمام. والسلام عليكم ورحمة الله.